برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. به همت حرم مطهر سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، مراسم جشن تکلیفی در حرم حضرت کمیل ابن زیاد در شهر نجف اشرف برگزار شد. گفتنیست این مراسم جشن تکلیف برای بیش از 100 دختر برگزار گردید و والدین این دختران به همراه برخی مسئولان آستان حضرت کمیل و تعدادی از چهره های برجسته اجتماعی و دینی نجف اشرف حضور یافتند. دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مهارت‌های جوانان به آموزش با کیفیت تأکید کرده و کسب مهارت برای نسل جوان را یک نیاز دانسته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با نشر توییتی به مناسبت این روز جهانی افزوده که باید اطمینان حاصل گردد تا معلمان آموزش و توسعه حرفه‌ای مورد نیاز برای کمک به جوانان را در انتقال از مکاتب به محل کار به دست آورند. گفتنی است که در سال 2014 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 15 ژوئیه را به عنوان روز جهانی مهارت‌های جوانان اعلام کرد تا اهمیت استراتژیک تجهیز جوانان به مهارت‌ها برای اشتغال، کار شایسته و کارآفرینی را جشن بگیرد. کمیسیون کشاورزی، منابع آبی و احوار در پارلمان عراق در یک کنفرانس خبری از کاهش 82% زمین‌های قابل کشت در این کشور به دلیل تغییرات زیست محیطی و خشکسالی خبر داد. در این کنفرانس مطبوعاتی که در ساختمان پارلمان برگزار شد، گفته شد که خشکسالی موجب افزایش 70% بیابان‌های عراق شده و همچنین میزان زمین‌های قابل کشت از 20 میلیون هکتار به 3 میلیون هکتار کاهش یافته است. پژوهشگران دانشگاه ویکتوریا با همکاری دکتر محسن اکبری، دانشمند ایرانی این دانشگاه، یک چاپگر زیستی دستی ساختند که پزشکی مدرن را یک گام به چاپ مستقیم بافت‌ها و اندام‌های کاربردی روی بدن انسان نزدیک‌تر می‌کند. این دستگاه قابل حمل بر محدودیت‌های طرح‌های پیشین غلبه می‌کند و امکان چاپ کردن مواد متعدد و کنترل دقیق ویژگی بافت‌های چاپی را فراهم می‌آورد. این نوآوری با کاربردهای بالقوه خود در پزشکی ترمیمی، کشف دارو و ابداع ارتوزها و پروتوزهای سفارشی قرار است تحولی را در مراقبت‌های بهداشتی ایجاد کند.